نه دینی، نه شخصیتی، نه حسنی، نه حسینی، نه محمدی، نه اینا هیچ کدوم مقدس نیستن. اینا اومده امام حسین همه مورخین اینو گفتن، شیعه و سنی هم گفته، خود آخونده هم تا دیروز رو منبراشون میگفتن امام حسین سرباز جنرال فرمانده سپاه عمر خلیفه دوم بوده، دومین خلیفه پس از محمد که به ایران حمله میکنه امام حسن، امام حسین با این چو میان حمله میکنن از تیسفون تا گیلان مشارکت داشتن، چطور میتونی بر من مقدس باشه؟ خب اینا بچه من نمیدونستن، الان میدونن. حالا هم یک نکته، به همین وقت من در خواب میبینم رضا، من خیلی از بچگی همونه که من میشناسم، من خیلی چیزا تو خواب دیدم. خواب زندگیش یک زندگی است، اونجا روان و روح است که سفر میکنه. برای اینکه وقتی آدم میمیره از این کالبد میاد بیرون، نه مرده، زنده است، روح و روان زنده است. همه خواباتون صبح پاشین بنویسین میبینین در آینده پیش میاد. خواب سه نوعه، اینجا باید اینو بگم چون داریم شهید میدیم، اینجا باید اینو بگم چون باور به میهن که داریم، به فره ایزدی هم ماده باور داریم. سه تاست خواب، یا شما آینده رو میبینی یا گذشته رو میبینی، سومیش که وسطه خوابای بعدی میبینی که ترسناکه و فلان کشمر میبینی، خوابای بعد اونها دیگه اصلا ولش کن، اون قضا خوب نخوردی، اعصابت خوب چیز بوده، معدت داره کار میکنه، روان میخواد. خواب یا آینده است یا گذشته، وسطش فل کن. حالا وسطش بعضی وقتا هم همی هست که رضا شاه میاد زرتشت اومد تو خواب، من خدا را در خواب دیدم زازار گرگه میکرد، همه تون خودین، سپاسگزاری کرد از شما رضا شاه بزرگ و گفت من الان رو هم شاد شد. بچه ها فقط روح رضا شاه شاد نشد، شما جهان ایرانی رو در سر تا سر دنیا سربلند کردید، ای زنان ایران همه ای ما رو سربلند کردید. ما شرفکنده شده بودیم، ما دیگر بار هر جا می رفتیم ایرانیه یارو، ایرانیه یارو. الان وزیر و وکیل و سفیر و دانشجو و دوست دانشگاهی و دوست مدرسه و همکارم و همسایم و اون و اون و میان زنگ میزنه بعد مدت ها به من، آقا فلانی اوستو زن ایرانی چه کرد، زن ایرانی، همه هم اومدن صحبت کردن دیگه، شما نر میدونین، همه از شما پشتیبانی کردن، افتخار دادید به ما. من امروز میخواستم فقط عشق شادی برای شما بریزم، عشق شادی فقط میخواستم بریزم. عزیزان من سپاسگزارم که عزیزان من شما چنین افتخاری را آفریدید. نبرد مبارزه هم یه موارد دارید که باید حتما رعایت